پس بچه این کشور میتونن جام جهانی برگزار کنن به شرطی که نماینده مجلس تو مجلس برای مردم تلاش کنه، نه برای گرفتن ماشین شاسی بلند خودش. مالیات بدهید، میدهیم، در دیوار پره. من کارمند محمد حسین حقوقم هنوز واریز نشده، مالیاتمو دادم. فیش حقوقی من به 20 میلیون تومان نمیرسه. بچهای سازمان، کارگزینیای مت، بچهای کارگزینی، فیش حقوقی منو منتشر کنید. اجازه بدید که خیلی از جوونا قبول نکنن. بچهای کارگزینی، تو رو خدا من آزاد میکنم شما رو. من خودم منتشر میکنم. کجا بذارم؟ بدم شما بذارید فیش حقوقی منو؟ 50 سال درس خوندن، با مدرک دکترا، با دانشگاه رفتن، با این همه کار کردن، با این همه شغل، با این همه زندگی، به 20 میلیون تومان نمیرسه حقوق من. منتخب مردم، آقای نماینده مردم، آقایی که تو مجلس نشستی، تو میتونی میزبان جام جهانی فوتبال باشی. من خیلی به این که میزبان جام جهانی اون دنیا نیست. اتفاقا میدونم تو میتونی یه کاری بکنی جوانای ما در آسای زندگی کنن. اون عزیز کشور من، من به عنوان یه آدم 60 سال این کشور به تو خیانت کردم، به تو بد کردم، به تو نخواستم بفهمونم که تو میتونی این کشور رو بسازی. الان تو خیلیاتون ببین، آمار سازمان ملل، آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر، 5 میلیون نفر، نگاه کن دوربین، 5 میلیون نفر از این کشور معتادن. خاک تو سر من. اینجوری نیست. واقعا فکر نکنید که الان ما چون تو تلویزیون داریم کار میکنیم میلیارد ها تومان درآمد داریم. نداریم واقعا. و روزگار سخت میگذره. اصلا بگذره. روزگار باید سخت بگذره. مامانم میگفت مردی که بدهکار نباشه مرد نیست. جوان الان اینجوری فکر نمیکنن. من اینجوری فکر میکنم. چی شده که اینجوری فکر نمیکنن؟ به هر حال دارن میبینن. داره میبینه آقازاده. داره میبینه آقازاده هر سوار ماشین 20 میلیاردیه. داره میبینه فوتبالیست رو قرارداد 5 میلیارد میبنده. داره میبینه اتفاقات کشور دیگه. بعدم بهش دروغ میگین. تو بیا با معنویات زندگی کن. تو چرا با معنویات زندگی نمیکنی؟ احسنت. کلام حقی. یه خونه میخواد بخره یه بچه. یه خونه میخواد بخره. چند؟ 5 میلیارد تومان. کسی از اون میتونه؟ 10 میلیارد تومان. 30 میلیارد تومان. میتونه یه جوون خونه بخره؟ نمیتونه محمد حسین. ازدواج کنید، ازدواج کنید. چجوری ازدواج کنه بچه؟ داره میبینه من، اونا داره میبینه. خیابانی چی داری میگی؟ داری اونجا نشستی داری موزه اخرف میگی، برای کی داری میگی؟ من نمیگم بهت.